سلام دوستان، علی هستم و میخوایم با هم بخش سوم جلسه چهارم از آموزش نرم افزار پروکریت به زبان فارسی رو شروع کنیم. خب مطلب بعدی تقارن هست که خودش شامل چهار بخشه. تقارن به صورت عمودی، افقی، ربع یا شعاعی که این مدل‌های مختلف رو میتونیم با هم الان انجام بدیم و ببینیم به چه صورت. از تقارن عمودی شروع میکنیم. خب این خیلی به شما کمک میکنه که اگر میخواین چهره بکشین و دو طرف تصویر شبیه همه و لازم نیست که وقتی یه طرف کار میکنین دوباره سمت چپ یا راست رو بخواین شبیه اون طرف در بیارین و این خط کمکی این گزینه تقارن خیلی به شما کمک میکنه. هر چی که این برای تصویر بکشین یا برعکس این طرف هم نمایش داده میشه. حتی اگه پرش کنم من اون طرف هم همین اتفاق میفته. خب بریم گزینه بعدی به صورت عمودی. تایید. هر چی که من بالای تصویر بکشم پایین تصویر هم اتفاق میفته. پایین هم بکشم بالا اتفاق میفته. پس چپ و راست و بالا پایین. تمیز میکنیم صفحه رو. گزینه بعدی. به چهار بخش کارمون تقسیم میشه. که توی یکی از این بخش ها هرچی بکشین تو اون سه بخش دیگه اجرا میشه. فرقی نمیکنه تو کدوم بخش. اینم یاد گرفتیم. پاکش میکنیم. و هم آخریش و جذابترینش صورت شعاعی. اینم از این. یه گزینه اینجا هست که چرخش به کار میده. یعنی اگر شما این گزینه رو فعال کنین وقتی یه تر اینور میزنین اونور میچرخه. درست؟ من پایین میکشم سمت راست، اون بالا سمت چپ و کاملا برعکس اینور میافته. یعنی یه چرخشی تو کار ایجاد میکنه. ولی همون تقارن به همون صورت، فقط با این تفاوت که شما وقتی اینجا میکشین روبروش نمیافته، کارو میچرخونه. این چرخشی بودنش هم باز کارو عذاب میکنه به این صورت. خب مطلب بعدی که میخواییم راجع بهش صحبت کنیم رفرنس هست یا معادل فارسیش اگه اشتباه نکنم رجوع کردن به یه چیزی. حالا تو کار براتون توضیح میدم و متوجه میشین که چی هست. یه سویچ داره اینجا که وقتی این سویچ رو فعال میکنیم یه صفحه برامو باز میشه که اگر یه گوشه از این صفحه رو بگیریم میتونیم این سایز رو تغییر بدیم. همین بومی که ما داریم و هر نقاشی که توش باشه یه تصویر اینجا برای ما از اون میسازه که ما میتونیم اینو کوچیک، بزرگ و وقتی وسط صفحه کلیک کنیم این نمایشگرا میان و دوباره بزنیم محو میشن. حالا به چه صورته؟ من یه نقاشی از قبل داشتم آوردم آماده کردم که ببینیم با هم این چه کمکی میتونه به ما بکنه. اینا میشن مثلا شما بسته کارتونو به صورتی که کل کارو ببینین میتونین اینجا داشته باشین و وقتی زوم کردین و این برگو میخواین تغییر رنگ بدین. درست؟ ولی نمیدونین که به صورت کلی چجوری دیده میشه. شما اینجا تغییر رنگ رو این برگ ایجاد میکنین اینجا هم نمایش داده میشه و شما میتونین شکل کلی ازش داشته باشین. درست؟ این یکی از خاصیتشه. خاصیت بعدی میتونین یه عکس از توی گالریتون وارد کنین و این گوشه تصویر داشته باشین و مثلا اگر میخواین این عکس رو طراحی کنین. من نقاشی رو بیام خاموش کنم. مثلا این عکس رو میخواین طراحی کنین گوشه تصویر برای شما آماده است و شما میتونین اینجا از روش ببینین و اینجا طرحتون رو بزنین. خب من سریع طرح ازش میزنم و توضیحات بعدی براتون توضیح میدم. خب من یه اسکیس سریع از این کار زدم و حالا میتونیم به صورت تایم لپس نحوه کارم ببینیم.
حالا این گزینه چه کمکی دیگه میتونه به ما بکنه؟ ما میتونیم رنگ صورت رو دقیقا همینجوری که هست از اینجا برداریم و برای نقاشیمون استفاده کنیم. فقط کافیه انگشتتون رو قسمت های مختلف صورت و هر قسمتی که هر رنگی نیاز دارین نگه دارین. پایین رنگ سفید، اگه توی پالت رنگی گوشه بالا نگاه کنین رنگ ما سفیده، پس پایین سفید و قسمت هایی که میریم روش این نیم دایره بالای نیم دایره رو تشکیل میده. مثلا رنگ پوست و میتونیم برای خودمون یه پالت رنگ درست کنیم. رنگ ریش، سایه، قسمت های روشن پوست، رنگ تیشرت و قسمت تیره تیشرت. پس این گزینه خیلی کمک بزرگیه برای اینکه شما کنار دستتون تری که میخواین از روش بکشینه داشته باشین. سایزش رو میتونین کوچیک بزرگ کنین و با گذاشتن انگشتتون رو کار میتونین رو هر قسمتی که میرین رنگ اون قسمت رو دقیقا این خودش در بیارین. خب پس وارد کردن عکس هم متوجه شدیم به چه صورت که بخواین از روش نقاشی بکشین یا رنگ برداری کنین. اگه یادتون باشه این پایین سه تا گزینه بود. گزینه آخر گزینه صورت هست که خیلی بامزه است و به کار من نمیاد، ولی خب برای بچه‌ها که بخوان سرگرم بشن با آیپد یا کسی آرایشگر باشه بخواد رو صورت خودش آرایشی رو پیاده کنه و لازم نیست که هی اون آرایشو پاک کنه، اینجا میتونه نقاشی کنه رو صورتش و ببینن به چه صورت دیده میشه. به هر حال به کار من نمیاد، ولی خب در موردش توضیح میدیم که بدونین چی هست. وقتی بزنین روی این گزینه صورت شما از طریق این دوربین جلو میفته اینجا و هر چی که اینجا کشیده باشین میفته رو صورت شما. درست جای دو تا چشم، بینی و لب براتون گذاشته و میتونین رو اون قسمت ها نقاشی بکشین. بریم ببینیم به چه صورت. خب همینجور که میبینین وسط تصویر لوگوی منه و لوگو افتاده وسط پیشونی من. میتونیم لوگو رو خاموش کنیم و میگم بستگی به خودتون داره دیگه، تو این قسمت هر نقاشی بکشین رو صورت میفته، ولی نمیخوام خیلی وقت برای این قسمت بذارم و یه نقاشی از قبل آماده کردم و وقتی اینو اکتیوش کنیم فعالش کنیم این میفته رو صورت من. پس هر کاری که شما اینجا بکشین ماسک میشه رو صورت خودتون. میشه آدم وحشت نشد. خب بریم سراغ گزینه بعدی. خب مطلب بعدی که میخواییم راجبش صحبت کنیم فلیپ کنوس هست که به صورت افقی یا عمودی کارتون رو بچرخونیم. مثلا اگر به صورت افقی بچرخونیم این برمیگرده به این سمت و اگر به صورت عمودی بچرخونیم کار سرتر میشه. این گزینه رو بیشتر نقاشا استفاده میکنن برای اینکه بتونن کارشون رو از دو جهت ببینن و بیشتر به صورت افقی برمیگردونن کارو، که اگر از این زاویه یه کاری رو کشیدن و میخوان بعضی وقتا کار جلوی آینه که میذاری یه سری ایراد توش مشخص میشه. حالا این آینه کردن رو برای شما راحت کرده و لازم نیست که کارتون رو تو آینه ببینین یا به صورت عکسی که چرخش پیدا کرده. شما میتونین همون لحظه که دارین نقاشی میکشین این گزینه رو استفاده کنین و از یه زاویه دیگه کارتون رو ببینین و ایرادش رو برطرف کنین. من خیلی استفاده ندارم، ولی خب هستن کسایی که مرتب تصویر موقع نقاشی میچرخونن. اینم از این. مطلب بعدی اطلاعات بومتون هست که وقتی روش کلیک کنین اندازه بومتون به پیکسل به میلیمتر و دی پی آیش رو گفته. تعداد لایه هایی که تو این بوم میتونستین استفاده کنین، تعداد لایه هایی که استفاده کردین و تعداد لایه هایی که در دسترس برای استفاده و مشخصات دیگه که چند تا لایه کمکی استفاده کردین. اینا بیشتر صفر چون من هیچ کدوم از اینا استفاده نکردم و کلا اطلاعات راجع به بومتونه که چه رنگی تو این بوم استفاده شده و کیفیت دوربینتون به چه صورته برای تایم لپس و اینکه مدت زمانی که نقاشی که شروع کردین چقدر زمان برده و حجم کار به چه صورته. یه سری اطلاعات کلی از کارتون به شما میده و در آخر هم میتونین اسم خودتون رو اینجا یا با اپل پنسل بنویسین یا اینجا تایپ کنین. درست؟ و اینجا میتونین یه امضا بزنین. اینجا هم تاریخ و ساعتی که شما شروع کردین و تموم کردین رو بهتون میگه و میتونین بعد رو تایید بزنین. خب امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشین و تا جلسه بعد خدا نگهدار.